بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض ادب و احترام خدمت همه شما سروران گرامی اعزه مکرم در خدمت شما هستیم با ادامه شرح و بررسی عبارات مرحوم علامه حلی اعلی الله مقامه شریف در کتاب گرانسنگ و ارزشمند منهاج الکرامه به این عبارت رسیده بودیم که مرحوم فرمود و انه ما به غیر وصیت مطابق با دیدگاه اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وصیتی نکردند و بدون وصیت از دنیا رفتند خب این باور اهل سنته اما مطابق با فکر شیعی نگرش شیعی ما به چه نتیجه‌ای رسیدیم سلسلوار این مسائل همه به همدیگه پیوسته و متصل هستند. عرض شد که خداوند تبارک و تعالی عدل حکیم است که عدالت هم تفسیر شد به حسن و قبح عقلی ذاتی و اینکه یک سری فروعاتی که هر کدوم در جایگاه خودش اصوله یعنی قاعده لطف، قاعده اصله، افعال معلل به اقراز هستند مقبول واقع شد او فعل دارد خلقت دارد کریشن به اصطلاح در عالم محقق شده عالم امکانی به وجود اومده و الله تبارک و تعالی در فعل خودش هم غرض داره یعنی بدون اینکه هیچ حکمتی پشت فعلش باشه نیست بلکه خداوند تبارک و تعالی علا غرزن یخلق یک غرضی دارد که خلق می کند چیزی را به وجود می آورد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون برای رسیدن به این هدف که سعادت بشریست عبادت خداوند تبارک و تعالی که خداوند برای ما انسان ها جعل غرض و جعل هدف کرده یک سری رسول نبی ارسال کرده که ما رو برسانند به این جریان الهی سعادتمند کنند ما را پس مطابق با قاعده لطف وجب علیه ارسال و رسول رسولان را فرستاد که ما رو به طاعت نزدیک بکنه رسول او هم معصوم است حکیم است از او خطا و نسیان و سهو صادر نمی شود و اگر رسول الهی مطابق با اوامر خداوند تبارک و تعالی عمل نکنه دیگه رسول نیست یقینا از جانب خدا نیست خدا از طرف خودش کسی رو میفرسته که تبیین رسالاتش را بکند از طرفی میدانیم مقوله هدایت مستمر است همیشگیست دائمیست است خداوند تبارک و تعالی دائما برای هدایت بشر یک راهی به اصطلاح یک پلنی یک نقشه ای گذاشته که ما از اون طرف بریم حالا این رسولی که فرستاده ما رو به اون هدایت برسونه ما رو سعادتمند بکنه و قرار است که هدایت الهی را به جریان بیاندازد در این عالم حالا فرض بکنید که این هدایت مستمر است پیامبر به رحمت خدا بمیره این هدایت منقطع بشه مطابق با لطف هادیگری هدایتگری خداوند تبارک و تعالی استمرار داره شخص هادی را میفرستد که رسول است امام است نبی است و به واسطه اونها هدایت میکنه حالا فرض کنید پیامبر به رحمت خدا رفت طبق مبنای سنی هیچ امامی بعد از او بهش وسیعت نشده هیچ نسی بر این شخص نیست آیا این رسول حکیمه؟ آیا این فرستاده الهی معصومه؟ مگر این نبود که جریان هدایت مستمر است و خداوند تبارک و تعالی هادی می فرستد لکل قوم هاد عرض شد در جلسه سابق حالا این پیامبر هیچ هادی و معین نکنه از طرف خدا هیچ چیز رو بیان نکنه آیا همچین چیزی میشه اصلا؟ هل یجوز له ان یترک النس علی الخلیفه؟ یا وصیت بر یک خلیفه ای رو پیامبر ترک بکنه؟ آیا همچین چیزی جایز اصلا؟ حالا همین مسئله رو از دید قرآن بهش نگاه میکنیم خداوند تبارک و تعالی در آیه 67 سوره مائده چه میفرماد؟ میفرماد یا هر رسول ای پیامبر تو یک وظیفه داری بلغ ما انزل الیک من ربک باید بری یک چیزی رو تبلیغ بکنی باید یک چیزی رو به همه مردم برسونی که اگر انجام ندی این رسالت خودت رو هرگز انجام ندادی رسالت الهیه بر اون هدایت بشر تعلق گرفته انسان ها باید سعادتمند بشن فان لم تفعل اگه اون رو انجامش ندی فما بلغت رسالته رسالت خداوند تبارک و تعالی رو انجام ندادی حالا سوال این آیه شعن نزولش کیه؟ چه شخصیه؟ که ادامه اون رسالت الهیه وابسته است به او که اگر نباشد گویی که پیامبر اصلا نبوتی نداشته کاری نکرده رسالت الهی اقامه نشده به اجماع مفسرین فریقین شیعه و سنی ان هذه الايه نزلت فی علین. امیر المؤمنین علی علیه افضل الصلاة والسلام، همان شخصی است که شأن نزول این آیه است قبل از غدیر خم قبل از اون جریانی که دست حضرت بالا برو من کنتو و مولا فهازا علیون مولا بخواد گفته بشه که رسالتش رو پیامبر اینجا انجام میده قبلش این آیه نازل میشه اگر نکرده باشی که کاری نکردی یعنی تمام نبوت او رسالت او وابسته است به این که اون هدایت استمراری و دائمی الهی رو بیا تبلیغ بکنه حالا فرض بفرمایید که پیامبر کاری نکنه آیا همچی چیزی معقوله این پیامبر دیگه معصومه اصلا از طرف خداست این چه پیامبریه که هیچ حکمتی نداره قوم خودش رو امت خودش رو همینطور ترک بکنه آیا انصافاً این پیامبره و این استدلال هم به صورت منطقیش به شکل یک قیاس استثنایی در میاد که تالی فاسد داره لولم یوسه علی الخلیفه لکان غیر معصوم و حکیم اگر پیامبر وصیت به شخصی نکند که بعد از من او خلیفه است یقینا غیر معصوم و غیر حکیمه ولکن به نقض تالی ولکن او حکیم است او معصوم است پس به نقض مقدم میرسیم یقینا او وصیت دارد پس شکل منطقیش اینطور میشه اگر وسیعت نکنه یه تالیه فاسدی داره که اون عدم العصمه و عدم الحکمه است امتصال امرالله نکرده ولیکن میدانیم که او یقینا معصوم است یقینا حکیم است قوم خودش رو همینطور رها نمیکنه به چه نتیجه می او یقینا وسیعت کرده است این میشه جریان منطقی برهانی و عقلی این قضیه پس دیدگاه اهل سنت که میگویند و انه ما به غیر وصیت یک دیدگاه سخیف یک نگرش ضعیف که مخالف با ادله بدیهی عقلی و آیات الهی است آیه 67 سوره مبارکه ماعده به وضوح دلالت بر این دارد که اگر پیامبر این کار رو انجام نده که همون ادامه و استمرار جریان هدایت الهی است که به واسطه امامت امیرالمومنین علیه هفت سال و السلام قرار جاری و ساری باشد در امت او اگر نکند هیچ کار نکرده است فما بلغت رسالته تو رسالت خدا رو اصلا انجام ندادی هیچ کار نکردی در ادامه به این نکته هم باید اشاره بکنیم که مطابق با دیدگاه برخی از اهل سنت گفته شد نس در ابو وجود دارد مثلا فرقه بکریه یا برخی از متکلمین اینها که ما دیروز یک کتابی رو معرفی کردیم نقد ادله خلافت جناب استاد نجم الدین تبسی اونجا آراء متکلمین اهل سنت رو آورده اند که چه استدلال هایی به آیات و روایات دارن در اثبات اینکه نص راجع به ابوبکر وجود داره خب فرض بر این بگیریم که نصی هست آیا هیچ اشکالی وجود نداره در جریان انتخاب شدن ابوبکر ولی یقینا اشکالاتی هست یک اینکه این همه مهاجرین و انصار با همدیگه به اختلاف و نزاع و اینها پرداختند چرا ابوبکر نیومد یه استدلال نکرد که آقا من نسل دارم آیا اصحاب نمیدونستن؟ آیا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم که با او مخالفت کردن اطلاع نداشتند جریان صقیفه یا جریان مشهور مهاجرین و انصار مخالفت کردند حتی راجع به سعد ابن عباده اینگونه داریم که بله از بزرگان قبیله خزرج مخالفت کرد میگفت من باید خلیفه باشم عمر چه کار کرد او رو کشت اول اختیال فی الاسلام قتل سعد ابن عباده است اول تروری که در اسلام محقق شد اینه بعد آخر سر که کشتنش رو لگد مالش کردن فریاد این برآورد که قتلت هل جن جنی ها زدن اینو کشتن ما چه میدونیم کی کشته این همه فرض بفرمایید اختلاف بود یعنی هیچ کدوم نس و اطلاع نداشتن همچی چیزی امکان داره حتی یک مطلب عجیبی ابن تیمیه میاد میگه مطلبش اینه لقد کان النس والوصی علی خلافت ابی بکر نس و وصیت داریم بر خلافت ابوبکر ولکن خفی علیه و علا ابنتهی و عمر و سائر المهاجرین والانصار خنددار نیست این حرف؟ مسخره نیست؟ فرض بفرمایید طرف ادعاش اینه که نص و وسیعت برای ابوبکر وجود داره ولاکن خود ابوبکر نمیدونست دخترش که آیشه باشه نمیدونست عمر اطلاع نداشت سایر مهاجرین و انصار هم اطلاع نداشتن خب چه نص و وسیعتیه؟ پیامبر اونو گرفته تو خلوت خودش برده یه گوشه گفته آقا تو خلیفه بعد من باش حداقل اگر اینطوری هم بوده خودش که باید میدونسته که همینم هم میگه ادعا میکنه ابوبکر هم نمیدونسته این حقیقتا خنده داره و عیزن مخالفت هایی که وجود داره از جانب اهل بیت علیهم السلام حق خودشون میدونستن این خلافت و زعامت و امت رو و حتی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به نقل آئش دختر ابو بکش لم علیون فی تلک اشهر یا فی ستت اشهر تا شیش ماه حضرت اصلا بیعت نکردن در این ماه بیعت نکردند به زور دست حضرت رو برد بستند و حضرت رو بردن به خلاصه پیش ابو و مس اتفاق افتاد حضرت خودشون دستشون رو باز نکردند که بیعت بکنن به زور دست حضرت رو خلاصه به دست ابوبکر مالوندن به اصطلاح مسیس اتفاق افتاد نه اینکه واقعا بیعتی باشه آیا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اطرت او هستند که امر حضرت و خداوند تبارک و تعالی به اتباع اینها اینها اطلاع نداشتند انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا بعده ابدا و سایر عبارات اگر به نزد اینها بروید هدایت خواهی و علم گیری بکنید شما دیگه به زلالت نمیافتید اطرت نمیدانست دختر پیامبر داماد پیامبر نوه های او نمیدانستند عجیب این که آقا میگن نص و وسیعت راجع به ابوبکر هست بعد بیعت خود ابوبکر یک مطلبی داره و اعترافی داره که الزام بر این خسم مخالف برهان و حکمت میگه عقیلونی فلستو به خیرکم و علیون فیکم ادعای ابوبکر اعترافش اینه آقا بیعتی که با من کردید اغالش کنید تمومش کنید بشکنید فسخ بشه جدا بشه شکسته بشه با من بیعت نکنید لستو به خیر کم من که برای شما خیر نیستم من برای شما بهترین گزینه نیستم داره اعتراف میکنه و علیون فیکم امیر المؤمنین علیه افصال و سلات و سلام پیش شماست شما اومدید با من بیعت میکنید؟ البته خب اینا جریان هایی هستش که باید تحلیل بشه اینا صحنه سازیه به اصطلاح یعنی این همه نص و وصیت راجع به امیرالمومنین علیه السلام هست ماجرای قدیر هست حدیث طیر مشوی هست این همه روایاتی که وجود داره حدیث منزلت هست خب امت همه میدانن علی کیست حالا اینها باید یه مقدار سازی هم بکنن دیگه لذا عقیلونی که میگه حقیقتا نمیگه او تشنه خلافته اگر دقیق تحلیل بشه بررسی بشه که چرا این حرف رو زده به این نتیجه میرسیم که این یک ظاهرسازی بیش نیست در جای دیگه میخوانیم که عمر راجع به بیعت با ابو و خلافت او این چنین گفته است که کانت بیعت و ابی بکر فلتتن و غفلتن و قلله شرها عبارت عجیبیه بیعتی که با ابو شد یک امری بود که به صورت فلته بود غفلت بود یه هوی شد به اصطلاح امروزی یک دفعه اتفاق افتاد مفاجاتن یه چهار نفر جمع شدن آقا ابو بک تموم شده رفت بعدش هم با خلاصه استبداد و سرکوب تونستن اون رو به قدرت برسونن یک غفلتی بود وق الله و شرها که خداوند تبارک و تعالی شرش رو از امت برداشت نگهداری کرد خدا حفظ کرد امت رو چه حفظی؟ بدترین بدبختی که امت اسلام بهش دوچار شد این بود که خلافت امیر علیه السلام رو پس زد و شرورترین اشخاص رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد آیا اگر وسیعتی بود نسی بود این حرف ها اصلا گفته میشد عقیلونی خود ابوبکر گفته میشد این همه مخالفت های مهاجرین و انصار و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم با این جریان محقق میشد حتی ما قول خود عمر رو هم داریم که ابوبکر استخلفه ولکن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یستخلف یا به عبارت دیگری در بخاری یترک ترک وسیعت کرد ترک نس کرد کسی رو انتخاب نکرد اون وقت با وجود این شواهد کسی بیاد بگه راجع به ابوبکر نس و وسیعت وجود داره حقیقتا اینها خنده داره چون هیچ شاهد علمی و عقلی نداره فرض بفرمایید ابوبکر یک شخصیت بیفضیلته متائن و رضائل او هم بسیار است چه دوره خود پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فرار از جنگ ها اهانتش به پیغمبر صلی الله علیه و آله علی و سلم و سایر رذائلی که داشت اون وقتی همچین شخصی بیاد انتخاب بشه به عنوان هادی و هدایتگر جامعه این با چه عقل و حکمتی تطابق داره اون وقت افضل و ناس با فضیلت ترین مردم امیر المؤمنین علی علیه و و سلام گذاشته بشه کنار و به اصطلاح معتزله مفضول بر افضل متقدم بشه این کجای برهان عقلی همچی چیزی اختزا داره که آقایون میگن در ادامه مرحوم علامه هلی میفرمایند که و ان الامام بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و بکر ابوبکر لمبایعت عمر الخطاب له به رضا اربعتن مطابق با دیدگاه اهل سنت دارند میفرمان که ابوبکر امام بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم هست چجوری این امامت و خلافتش اتفاق افتاد لمبایعت عمر برادرش البته برادر که گفته می شود برادر تنینه اینها با همدیگه دیگه عقد الاخوه داشتن برادر به اصطلاح این عقدی که خونده میشه برای اخا ابو بکر و عمر با همدیگه دیگه بستن برادرش عمر با او بیعت کرد چهار نفر دیگه هم رضا دادن به این بیعت حالا ما این وسط باید یه سری نکاتی و الله به شما التفات بدیم که ببینید این اصلا چه بیعتیه چه اتفاقیه چه اجماعیه ابو بکش همینطور انتخاب شد به یک شیوه استبدادی به یک شیوه سرکوبگری بدون اینکه حقیقتا اجماعی بخواد از طرف امت واقع بشه مطلبی دارد ابن حزم اندولسی از بزرگان علمای اهل سنت از بزرگان فقه های اون کتابی دارد به نام المحلا از ائمه فرقه ظاهریه اهل سنت اونجا میگوید که لعنت الله كل انها علی کل اجماع یخرج عنه علی بن ابی طالب علیه و السلام لعنت خدا بر هر اجماعی که امیر المؤمنین علیه السلام در او نباشد حالا این اجماع آیا این واقعا شما ادعا می کنید که ابو به اجماع امت انتخاب شده این اجماع هست روایت عایشه هم را خدمت شما عرض کردیم لم یبای علیون در این ستت اشهر در این شش ماه بیعت نکرد تازه حضرت رو به زور گرفتن بردن با استبداد در جریان برا ابن عازب علمای اهل سنت نقل کردن میخوانیم که این چوب یمنی به دست میگرفت میرفت تو خیابون وای میستاد هر کسی که خلاصه رد میشد بیعت نکرده بود با چوب اینا رو کتک میزد کت بسته میبرد پیش ابوبکر بیعت بکنند امت همه که موافق نبودن بخاری دارد ان الانصار بله یخالفونا انصار با ما مخالفت میکردن ادعاشون این بود لا نوبای او الا علی ما جز با امیر المومنین علیه السلام با کسی بیعت نمی کنیم. از مهاجرین هم مخالفینی بود اطرت مخالفت داشت در جریان آتش زدن منزل حضرت امیرالمؤمنین علیه افصال و سلات و سلام قضیه احراق میخوانیم که زبیر خلاصه اونجا بود صحابه پیامبر صلی الله علیه و وسلم و سلم اونجا بودن همشون به حمایت امیرالمؤمنین علیه السلام بودن اصلا با این زلمه بیعت نمی این چه اجماعیه که اهل سنت ادعاش رو دارند که هیچکس با اینا نبود اتفاقا اول کار یه عمر بود یه چهار پنج نفر دیگه کجا این وقت اتفاق و اجماع محقق میشه با این افراد قلیل خود ابن تیمیه هم در منهاج و خودش یک اعترافی دارد میگد که و کان اکثر و بنی عبد مناف و بنی امیه و بنی هاشم بر این بودند که خلاصه اکثر این قبائل بر این بودن میل قوی داشتن که با امیر المؤمنین علیه افصال و سلات و سلام باشن آیا این اجماعه؟ آیا این اتفاق و نقل که هست عمر چه کارهایی کرد برای سرکوب افرادی که مخالف بودن از آئشه داریم لقد خب و فناس عمر مردم رو میترسوند به زور میرفت اینا رو کتک میزد تا بیعت جمع بکنه اون وقت این میشه اجماع امت این میشه اتفاق امت هیچ اجماع و اتفاقی نیست به زور سرکوب و استبداد و آتش زدن خانه اهل بیت و کشتن امثال سعد ابن عباده و این اشخاص شما خلاصه یک حکومتی تشکیل دادید هیچ مشروعیتی ندارد نه صلاحیتش رو از جانب خداوند تبارک و تعالی داشتید نه صلاحیت در امت دارید انصار با شما مخالفه اطرت با شما مخالفه به گفته خود ابن تیمیه اکثر بنی عبد مناف و بنی امیه و بنی هاشم با شما مخالفن زدید کشتید اشخاص رو دختر پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم رو به شهادت رسوندید تا بیعت جمع بکنید برای ابوبکر که ادلش در کتب اهل سنت بسیاره حالا اون چهار نفری که بعد از بیعت عمر لمبایعت عمر علامه حلی اعلی الله مقامه شریف فرمود و رضا اربعه این چهار نفر کیا هستن اولیش میگوید که ابی عبیده ابی عبیده ابن جراح و سالم مولا حذیفه و اسید ابن حذیر و بشیر ابن سعد این چهار نفر که همشون از مخالفین امیر علی علیه السلام و حقیقتاً و حقیقتا دارای متائن و رضائل بسیار برخی از اینها در جریان احراق منزل امیر علی علیه السلام مشارکت داشتن همین سالم مولا حزیفه خیلی مورد علاقه عمر بوده یه چهار نفر جمع شدن یه عمر سرکوبگر مستبد وحشی اومد یه سری بیعتی جمع کرد اونم به زور کتک زدن این شد جریان سقیفه بنی ساعده این شد جریان حکومت و خلافت ابو بکر که متاسفانه نه هیچ جنبه الهیه دارد و نه هیچ اتفاق و اجماعی در امت که البته ملاکیت ندارد هرگز معیار نیست در امت هم همچین صلاحی نداشته بحث رو تا اینجا خاتمه میدهیم دهیم انشاءالله که موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم <applause> صل محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد